انسان تا رسیدن به مرحله پذیرش حقوق بشر، وادی های مخوف و قتال غارنشینی، کشف زراعت، بردهداری و جهانگشایی را طی نموده و در سال 1948 در قله رفیع شناخت و تصویب حقوق بشر رسیده است. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر کلیه حقوق و آزادی ها را به طور مساوی اعمال می کند و تبعیض بر اساس جنسیت را منع می نماید. این آزادی ها و حقوق شامل پرداخت مساوی برای کار برابر، حق سلامتی و حق تحصیل برای همه است. رنگ پوست، تعلق نژادی و مذهبی باعث برتری و کمی نمی شود. در قرآن حکیم نیز انسان زاده یک مرد و زن است. تنها برتریش نسبت به سایرین تقوا و پرهیزگاری است. آیا جامعه ما چنین بینش را پذیرفته است؟ حقوق زن در آینده پر ابهام و پر جنگ و انفجار افغانستان چگونه خواهد بود؟ این سوال ها را با مهمانان برنامه امروز دکتر نجیبه ضیایی، دکترای تاریخ ادیان از دانشگاه انقره، خانم فرشته نوید، وکیل مقیم لندن، خانم آرزو کریمی، همکار ما در تلویزیون ابریشم در میان میگذاریم. خانم نوید، با شما شروع بکنیم. اگر لطف کنین در اول برنامه یک تعریف کوتاه از حقوق برای ما بگوین، بعد پیش میریم. حقوق یک سلسله مقرراتی هست که به خاطر عدالت اجتماعی و به خاطر اینکه همه افراد تو یک جامعه حد و مرز خود را بشناسن از ایام ها با وجود آمده و این قانون ها و حقوق نظر به زمان تجدید نظر شده، نظر به نیاز انسانی تجدید نظر شده و روش بحث شده، صحبت شده و هر زمان قانون نیازهای جدیدی داشته و انسان ها نیازهای جدید داشتن و مطابق نیازهای انسان ها قانون از طرف قانونمندان تجدید نظر شده و به خاطر سهولت و تعیین کردن حد و مرزهای مختلف اونا دوباره به عمل پیاده شده یا کتاب نویسی شده. خیلی ممنون خانم ضیایی. دکتر صاحب ضیایی، شما با تجربه زندگی که در افغانستان و ترکیه و تجربه تحصیل در ترکیه، بعد تجربه تدریس در دانشگاه آکسفورد دارین، وضعیت حقوقی را میتونین مقایسه کنین اندکی بین افغانستان و انگلیس؟ واقعا اول باید دلی را بگویم که حقوق زن چیست؟ اشاره است به آزادی زنان. ممکن است این یک حقوق توسط قانون یا رسوم اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته شود یا نشود. اگر نگاهی به تاریخ افغانستان کنیم و یا مقایسه با دیگر کشورهایی که ترکیه یا انگلستان و یا دیگر کشورها، افغانستان کشوری بود که در سال 1919 حق حقوق بر زن داده شده بود و میتونست در انتخابات حق انتخاب برش داده شده بود و این حق داشت که انتخاب کنه، که این حق در اروپا و یا در امریکا در سال 1964 داده شد که حق و حقوق که یک زن افغان داشت یک زن انگلیس و یا امریکایی نداشت. سالهای درازی از شدت فقط متاسفانه سالهای درازی است که از شدت مظلومیت رنج میبرند. لکن در شرایط کنین اگر حقوق زن را در افغانستان تعریف کنیم، جنس دوم است و یکی از موارد تفاوت حقوق زنان بین زنان اروپا و یا انگلیس و یا دیگر مملکت همراه افغانستان تفاوت چنگی است که زنان افغانستان سالهای درازی که از شدت مظلومیت رنج میبرند، لکن در شرایط کنونی اگر حقوق زن را در افغانستان تعریف کنیم، همیشه جنس دومند و می توانیم بگوییم زن سخت کوش و صبور بودند. یکی از تفاوت از موارد تفاوت حقوق زنان در قوانین افغانستان و انگلیس نفقه است که زن انگلیس نیز در قرن 19 در قانون انگلستان مرد رئیس خانه بود و مجبور بود نفقه خانه را به عهده بگیرد، اما تا اینکه در قرن 20 تحولات بسیاری در قانون کشور انگلستان رخ داد و حقوق مساوی بین زن و مرد
داده شد. در شرایط کنونی کشور ما هنوز حقوق زن افغانستان و انگلستان را مقایسه کرده نمی داریم و یا با کشور که یک کشور مسلمان است ترکیه با او هم نمی داریم ما مقایسه کنیم، چون اما در خصوصیات تفاوت حقوق زنان در قوانین افغانستان و دیگر کشورها حقوق مالی زن باید به این مسئله اشاره نماییم که تحول قانون انگلیس مثلا در قرن 20 منجر شد که این قانون جدید به وضعیت مالی زنان چندان توجه ویژه ننماید و این قانون بر آن است که میان زن و مرد حقوق مساویانه بجا آورد و تامین هزینه های زندگی ایجاد شد که با این روش زن و شوهر پس از جدایی نسبت به هم حقوق به هم حقوق مالی کمتری داشتند و در حالی که اگر ما فکر کنیم پس گفته میتونیم که گذشته از این همه زن افغانستان با هر نوع رنج و عذابی که بالایش می آید و متحمل می شود و هیچ قانونی هم وجود ندارد مجازات کند از این. اما یک خانم انگلیس از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، در حالی که زنان افغانستان زحمت کش هستند و صبورترین زنان روی زمین هستند. بسیار خوب دکتر صاحب، استفاده کردیم، به شما بر می گردیم. آلی از خانم کریمی بپرسیم. خانم کریمی، شما در مجموع تجربه زندگی در کشور اسلامی هم دارین و در لندن هم دارین، میتونین تفاوت های از این را برای ما برشمارین به طور مختصر؟ ببینید، البته اگر بخوایم در مورد حقوق زن صحبت بکنیم و اون چیزی که واقعا در جامعه جریان داره، شاید بتونیم بگیم که بله، حقوق زن شاید در جاهایی در انگلیس هم رعایت نمیشه اونطور که باید، مساوی باشه، ولی مسئله اصلی قانون و اون چیزیه که زن بتونه بهش پناه ببره و با توجه به اینکه به حقوقش آگاهه اون رو طلب بکنه. ما همچین چیزی رو در خاورمیانه، البته در تکمیل فرمایشات خانم دکتر که فرمودن در افغانستان نیست، من فکر میکنم در عمده کشورهای خاورمیانه ما همچین قانون وزینی نداریم که زن بتونه در مواقعی که داره بهش ظلم میشه اون قانون رو طلب بکنه. شما به قوانین حضانت نگاه کنید، به قوانین طلاق نگاه کنید، به قوانین ارث نگاه کنید، در تمام این موارد نه تنها نصف به نصف نیستن، بلکه حتی حقوق مردان 3 برابر و 4 برابر حقوق زنان در قوانین این کشور هست متاسفانه. بسیار خوب. خب خانم نوید، شما تجربه وکالت دارین در انگلیس، سال هاست که وکالت میکنین و همچنان گاهی افغانستان مسافرت میکنین. به نظر شما اونایی که حقشان تلف میشه و ساکن انگلیس است و اونایی که حقشان تلف میشه و ساکن افغانستان است، با هم چی تفاوتی داره؟ یعنی صدمه دیده ها، آسیب رسیده ها چی تفاوت داره و اونا در احقاق حق خود چی نقشی میتونه داشته باشه؟ خانم هایی که در انگلیس هستن، البته قسمی که آرزو جان اشاره کردن، در هر جا حقوق 100% در عمل پیاده نمیشن. انگلیس هم مشکلات هست که خانم ها نمیتونن به او اهداف یا به او نیازهایی که دارن برسن، اما در مجموع قانون و یک اندازه حمایت میکنه از حق زن، مخصوصا در بخش وقتی که یک خانم تحت یک فشار فامیلی قرار میگیره یا تعطیلات کوب قرار میگیره یا بالاخره به یک نقطه زجر میرسه که تصمیم بگیره که رشته ازدواج خود را فسخ بکنه و در بین دوراهی میمانه بین فرزند و آیا من میتونم حمایت کنم از لحاظ اقتصادی فرزندایی که دارم، آیا میتونم از اینا پرستاری کنم و آیا اینا را، یک دردش هست. درد دومش ایست که آیا همسر مقابل برای من اجازه میده که من احساس مادری خود داشته باشم و فرزندهای خود خودم را بزرگ کنم یا اینا را مثلا تحت تاثیر کس دیگه بزرگ خواهم شد؟ خب هزارها سوال است که در ذهن یک زن در لحظه که ازدواجش به یک مرز میرسه که دیگه طاقت فرسا میشه، دیگه نمیتونه ادامه بده، وجود داره. بنابراین اگر ما در این لحظه ارزیابی بکنیم که یک خانمی که در افغانستان هست یا
در ایران هست یا در انگلیس هست، خب سیستماتیک خیلی تفاوت داره. عدالت شاید 100% در هیچ جا نباشه، اما بالاخره وقتی که یک خانم در یک مرز قرار میگیره که ازدواجش دیگه طاقت فرساست و نمیتونه ادامه بده و اونجا او انتخاب بینی که فرزندان چطور حمایت کنه و آیا ای فرزندان میتونن به او باشه و میتونه مثلا همو مسئولیت مادری یا ادامه بده. در افغانستان هیچ قانونی وجود نداره که یک خانم بتونه حضانت فرزند خودش بگیره و حتی طلاق باید با وجود از این که در هر محکمه بره و اثبات برسانه که مردی که با او ازدواج کرده هم صادق نبوده، هم ظالم بوده و هر ظلم تحمیل شده بالاش انجام شده، باز هم قدرت این حتی اگر ثبوت کنه که مردی که هست آدم ناسالمی هست یا معتاد هست، باز هم نمیتونه حق حضانت به سادگی یا حتی به هر آلتی باشه بگیره. و این خیلی متفاوت هست در قانون انگلیس. اینها روی زحمت کشیدن، از لحاظ سیستماتیک دولت هم یک حمایت اقتصادی برای مادری که تنها هست با اطفال خود میکنه شاید خیلی عالی نباشه، اما بالاخره برای راه افتادن یک فامیلی که از افتاده برخیستن خیلی مهم هست و او به سادگی میتونه حق حضانت اولاد برای مادری هست که متولد ساخته او را. پدر حق داره، اما حق حضانت با خانمی هست که او طفل تولد کرده و هیچ قانونی ای را گرفته نمیتونه. در غیر این که مادر واقعا مشکل داشته باشه، واقعا چانس باشه که به او طفل صدمه برسه و یا هیچ گاهی نتونه به شکل درستی از طفل خود پرستاری بکنه، در هر حالت قانون یا طفل میگیره به سیستم پرستاری میده یا برای پدر یا مادر بزرگ یا هر کسی که بتونه طفل پرستاری کنه میده. اما نکته خوب را اشاره کردن، معذرت میخوام، فرمایش شما را قطع میکنم. گفتین که در انگلیس دولت به نحوی از حق حضانت مادر حمایت میکنه و این حمایت مالی هم است. حمایت مالی هم هست و حمایت قانونی هم هست. حمایت قانونی هم هست. پس بنابراین او کسی که حقش اینجا ضایع شده، او میتونه با آزادی بیشتر بخواید طلب حق کنه و در افغانستان و کشورهای امثال افغانستان با آزادی کمتر. حالا میریم خدمت دکتر صاحب. شما در نکته رسیدین که گفتین حقوق اجرایی شدن حقوق در افغانستان حتی با ترکیه هم قابل مقایسه نیست، چی رسه به کشورهای غربی. و از سوی هم گفتین که در سال 1919 زنای افغانستان حق رأی داشت، در حالی که انگلیس و امریکا در سال 1960 حق تصویب کرد. سوالی که در ذهن بیننده ها ایجاد میشه ای خواهد بود که چرا افغانستان ای قدر از ای کاروان تمدن و مخصوصاً از کاروان پیشرفت حقوقی پس ماند؟ اگر در این مورد فرمایش داشته باشین ممنون میشه. طوری که آشکار است دور نمیریم، مثلا مذاکرات صلح به خاطر رسیدن به صلح و برای آینده زنان امیدوار کننده است، اما در عین زمان تشویش و ترس و یک آینده نامعلوم و خطر در دست دارند که زنان افغانستان خصوصاً دی 18 سال بسیار دستاوردهای با ارزش که در استه حقوق زن و یا نقش آنها در سیاست و زندگی اجتماعی یا می تواند داشتند که اینا را در خطر می اندازد. امروز افغانستان داخل یک مرحله اساس و دشوار، یک حالت است که گنگ است و این مشخص نیست. این را باید قبول کنند و کسایی که در افغانستان هستند و یا داینده میخواهند در دولت باشند، این را باید قبول کنند که زن آفتابی است که با انگشت پنهان نمیشود و همه میدانیم که زن یعنی مادر، مادر یعنی کسی که قهرمانان از دامان او پرورده میشود. زنان افغانستان با بسیار مشکلات مواجه هستند. فکر میکنم در آینده نیست این مشکلات اگر این قسم دوام بکنه کدام
یک راهی برای وجود نداره، که یک قانون وجود نداره که از اینا حمایت کنند. اگر در جای هم رسیدند از زور و قدرت منده و یا تلاش خودشان در یک جایی رسیدند، زنان افغانستان تمام دوره های سیاه را تیر کردند و با گوشت و پوستی را خود اسم می کنیم که زنان افغانستان آسیب پذیر هستند و در جنگ ها قربانی های زیادی را دادند. و اینجا ما شخصا آینده اگر زنان افغانستان خودشان یک تلاش و کوشش بکنند، آینده خوبی بر اونا دیده میتونم. اما ایرا ما قبول میکنیم که هیچ حقوق و هیچ قانون وجود نداره که از حق حقوق اونا دفاع کنند. بسیار خوب، در یک کلمه اگر شما بعد از آمدن دموکراسی یا حکومت انتقالی آقای کرزی تعمیل حقوق زنان در افغانستان نمره بتن، از 100 چند نمره میتن دکتر صاحب؟ از 100 ما 30% هم داده نمیتونم، به خاطر که هیچ یک حقوق یک هیچ قانون تطبیق نشد که از زن و یا حقوق بشر دفاع کنند. و تا جایی هم که رسیدن به کوشش و تلاش خودشان رسیدن. دقیقا، اگرچه یه قاعده ای که مردم افغانستان به کوشش و تلاش خود در جای رسیدن در مورد مردم صدق میکنم، من با مثال هیچگاه در تاریخ حکومت های افغانستان تأمین اجتماعی وجود نداشته یا سوفسید یا یارانه هم هیچگاه دولت افغانستان برای مردم افغانستان نداد. منتها تا زمانی که صلح بود مردم رشد میکرد و تا زمانی که صلح بود قوانین قسم تصویب می شد که هم قوانین مدرن در نظر می گرفتن و هم سنت های حاکم در جامعه افغانستان هم. به او دلیل رو به رشد بود، چون افراط و تفرید شد این معادله به هم خورد. با تشکر دکتر صاحب، بالا میریم از خانم کریمی می پرسیم.